ممنون رفیق امیر از صحبت جالبتون. رفقایی که مایلن سوالی بکنن از رفیقمون یا بحثی دارن دستشون رو بالا کنن و میکشون رو و ویدیوشون رو خودشون میتونن آن میوت کنن اگه خواستن. از فرصت استفاده کنم خدمت دوستان بگم جلسه هفته بعدمونم رفیقمون مراد فرهادپور رو داریم، میخوان یه پاسخی بدن به انتقادی که رفیقمون صداقت از ایشون در همین فورم کرده بودن چند هفته پیش. آگهی جلسهش رو بعد از این جلسه برای رفقا خواهیم فرستاد. رفقایی که مایلن تو بحث شرکت کنن دستشون رو بالا کنید. تا رفقا دستشون رو بالا کنن اجازه بدین امیر عزیز من یه چند تا سوال ازتون بکنم. یکی در رابطه با انتخابات فرانسه، شما تا چه اندازه این بسیار پاپولار فرانت، این جبهه خلق یا جبهه مردمی رو پایدار میبینید؟ این خیلی شکننده به نظر میاد. ما یکی از علائم بشه تا همین انتخاب رئیس مجلس دیدیم دیگه، عملا بخشی از مثلا راستای این جناح مثلا جبهه خلق تو رأی گیری رأی دادن به رئیس مجلس سابق دیگه. و تا چه اندازه احتمال یه ائتلافی بین جناح راست اینا و مکرونیستا قوی تره تا اینکه مثلا کل اون جناح چپ بتونه با بخشی از سانتریستا مثلا متحد بشه؟ کدوم احتمالش رو شما بیشتر می‌بینید؟ سرم این که میخواستم بدونم نقش این جریانات چپی که به نسبه قوی هم هستن، مثلا حزب آنتی کاپیتالیست ضد سرمایه‌دار یا لوتوویه نبرد کارگری، اینا در این ائتلاف تا اونجایی که من اطلاع دارم شرکت نکردن، نماینده مستقل گذاشتن در این انتخابات. اون رو چه جوری شما ارزیابی میکنید؟ تا چه اندازه نقش اونا قابل به صدا بررسی است؟ چون شنیدم اینجوری که آمار به صدا انتخاباتی رو میدیدم، دیدم این حزب آنتی کاپیتالیست در مقایسه با انتخابات قبلی یه مقدار رشد کرده، یعنی به صدا چند جا آرای به نسبه مهمی رو کسب کرده بود. اینو شما چجوری ارزیابی میکنید؟ بعدم با ایران، ببینید این حرف شما کاملا درسته، جنبش های مردمی ضد دولتی که ما در این دوره جمهوری اسلامی دیدیم هر کدومش مردم توش با مردم توی اون یکی فرق داشتن، یعنی خود این مردم که در کل خیلی جلاتینی و بسا خیلی پراکنده و گرایش ها و نظرات و توقعات مختلفی رو توش بسا برجسته میشه کرد هر دوره ای، گذشته از اینکه این خودش خیلی به تو متکثره، تو این دوره های سیاسی مختلف هم اشکال مختلفی کاملا به خودش گرفته، یعنی این تا یه اندازه نشون میده که خود این مردم هم یه صرفا یه چیز سوسیولوژیک نیست که بخوایم بر اساس اینکه کیا هستن تعریف کنیم و توقع داشته باشیم چی کار میکنن، بلکه تو صحنه سیاسته که خودشون رو پیدا میکنن، خودشون به اصطلاح ائتلاف ها و اتحادهای درون این مردم رو به اصطلاح سازمان میدن. از این لحاظ خب خود امر انتخابات یه پدیده مهم سیاسیه در جوامع طبقاتی دیگه، به هر حال یه فرصتی ایجاد میکنه برای اینکه توده ها سیاسی بشن، چون خود دولت مجبور توده ها رو به صحنه سیاست بیاره برای اینکه این مشروعیت انتخاباتیش رو به صلاح بتونه تضمین کنه. از این لحاظ سیاست نیروهای چپی که شما هم بهش اشاره کردید در این انتخابات به صلاح ایران چی بوده؟ این به نظر من میاد که خب سیاست هرچی بوده آنچنان سیاست موثری نبوده، یعنی بعد از این همه انتخابات و بعد از این همه به اصطلاح حوادث مهمی که رخ داده، در واقع عملکرد انتخاباتی نیروی چپ
عمدتا خلاصه میشه به صرف یک اعلام تحریم و نه هیچ مداخله ای در خود امر انتخابات. مداخله تو انتخابات که فقط رأی دادن نیست، یعنی آدم حتی بگه رأیم ندید باید در انتخابات مداخله کنه دیگه. چه دوره بهتر از این برای مداخله نیروهای چپ، برای اینکه توده هایی رو که در این دوره سیاسی ترم شدن به طرف موازه به صلاح مترقی تر و چپی به صلاح بتونه بکشونه. شما ارزیابیتون از عمل کرده نیروهای چپ در این انتخابات و انتخابات قبلی چیه؟ به نظر شما چه کجاهاشو میشه نقد کرد و مثلا ازش درس گرفت و بررسی کرد که چه کارهای دیگه ای میشه کرد؟ برای اینکه این به صلاح مردمی که واقعا بتونه یه سوژه ای باشه برای تغییرات جدی در ایران بتونه شکل بگیره. این همین چند تا سوال چون کسی نه، در سوالات مهمی هم هست دیگه. من در مورد عطف به آن چیزی که در فرانسه اتفاق افتاد، یکی دو تا نکته رو اول که بریم رو اصلاح کنم. در انتخابات در واقع تعیین رئیس مجلس در هفته گذشته، کسی از جبهه متحد، مکرونیستا، جبهه مردمی جدید در واقع مکرونیستا رأی نداد. اونها کاندیدای واحد تونستن معرفی کنن و اتفاقا این رو خودشون به عنوان یک نمایش وحدت در واقع خوب معرفی کردن و آندره شزین از حزب کمونیست در واقع پیشنهاد شد، بالا با تجربه و ای بود و بر سر اون توافق کردن. اتفاقا همون انتخابات در 3 دور برگزار میشه در اون مجلس. 2 دور اولش کسی که رأی اکثریت مطلق رو بگیره رأی میگیره، دور سومش رأی کسی که اکثریت نسبی رو در واقع بگیره در نهایت میتونه، دور سومش اکثریت نسبی. و در دور اول خب تمام کاندیداهای که پیچپ به آندره شزن رأی دادن، سوسیالیست ها و اینها حدود 202 تا رأی فکر کنم آورد. دور دوم حتی رأیش مقداری افزایش داشت، دینامیکی هولش شکل گرفت. اون طرف زد و بند اصلی بین حزب حالا جمهوری خواهان ادامه هم سارکوزی و اینها و مکرون و اینها اتفاق افتاد. اینطوری اومدن پیشی بگیرن و در واقع هم اینکه خیلی لحظه آخر هم دراماتیک شد، چون یک گروه کوچکی از در واقع مکرونیستا که یک گروه مستقلی تشکیل دادن، لیوت یا چارلز دو کورسون و اینها، اونا کسایی بودن که خیلی مخالف قانون غیر قانون بازنشستگی بودن و از این جهت یه مقدار راهشون رو جدا کردن. کاندیدای اونا تا قبل از دور سوم کنار نرفته بود، یه فضای دراماتیکی به وجود اومد و میتونستن تعیین کننده باشن کی رئیس مجلس بین چپ و نماینده چپ و پاکستان بشن، ولی خب بعدش خب مشخص شد اونا بیشتر در واقع به مکرونیستا رأی دادن. و نکته مهمش اینه که 2 تا رأی هم در واقع حزب مارین لوپن به نماینده، 2 نفر از اونها هم در واقع به نماینده ماکرون دادن که یه تضمینی وجود داشته باشه که حتما در واقع انتخابات دست رئیس مجلس از جبهه مردمی جدید نباشه. یک در واقع پولمیکی هم طولانی شده در این مورد وجود داره و اینکه اختلاف رأی بین نماینده آندره شزن مارکسیست نماینده جبهه مردمی جدید و یائر برونپیوه نماینده ماکرونیز، اختلاف رأی 14 تا رأی بود و 17 تا وزیر مکرون هم رأی دادن در یه شرایطی که یه مدار از خود قانون اساسی مبهم هست. اینکه آیا اونها میتونستن رأی بدن یا نه موضوع حالا یک جدالی هست، بلاد حقوقی دارم مثل نقای دنبال میکنن، چون
وزیر در واقع مستعفی دارای ماکرونساس میتونه رأی بده و صندلیشو چال کنه، ولی خب اونا همچنان دارن کارهای روزانه همین وزارت و اینا رو انجام میدن، ولی اون روز اومدن اون مدت ها وزیر در واقع رأی دادن و اتفاقا از این جهت این وحدت وجود داشته تا اینجا درون احزابی که جبهه مردم جدید رو تشکیل دادند. و دلیل چیزم داره، یعنی یه مقداری یه بخشی از سوسیالیست ها اون جریان میدان پوبلیک پلاس پوبلیک در واقع آندره گلوکسمن و اینا واقعا اصلا خوششون نمیاد با میلانشون و اینا توی یه جبهه باشن، ولی خب اینا یه متوجه چیزی هم هستن، یعنی اینکه در واقع اگه برن دوباره با ماکرونیستا کار بکنن سوسیالیستا، یه جوری در واقع مرگ جریان سیاسیشون هست، این فضایی که منفی که نسبت به همین مکرون و میان روها وجود داره، و دقیقا یه جور واقعا حزب سوسیالیست نابود خواهد شد، تبدیل شد به حزب 1-2%. همین احتیاط رو حتی در درون جمهوری خواهان هست، یعنی اونا هم همشون حاضر نیستن امروز بیان برنامهشون با ماکرون پروژهشون یکیه، ولی حاضر نیستن بیان در واقع ائتلاف تشکیل بدن ماکرون، چون اونا هم آینده سیاسیشون با ائتلاف با بازنده اصلی که خود ماکرون به خطر میفته، و این یه عنصری میتونه باشه که این وحدت رو به حدی حفظ کنه. فشار در واقع گفتم چون فقط 4 تا حزب نیستن، سندیکاها، کلکتیوهاش، نیروهای مدنی، اسوسییشن ها، اینا هم در واقع توی میدان هستن، فشار اونا هم زیاده روی بالای سر سوسیالیست ها و سبز ها اینا که در واقع جبران. رویای مکرون خب اینه که به رسمیت نشناخته کسی پیروز انتخاب شده و میگه که باید دید که چجوری میشه یک اکثریت مطلقی شکل بگیره، و حرفش هم این است که این فقط به این شرط شکل میگیره که خب یه مقداری از سوسیالیستا با جمهوری خواهان و اینا بیان در واقع دوباره همین پشت همین مکرون، و به این شکل ها مثلا میتونن یه دینامیکی داشته باشن که اکثریت بشن و اینا، و حرفشونه که چپ ها در واقع هیچ دینامیک ممکنی ندارن از اینکه هستن، درسته که الان اولین گروه هم ولی بیشتر همشه. من به نظرم تا یه فعلا که خب به هر حال اوضاع همه چی تعطیله، هم تعطیلات هم بازی المپیک، بعدم که خودتون از سپتامبر با این وضعیت همین جنبش خیابانی وجود خواهد داشت، ماکرون تا 1 سال آینده نمیتونه مجلس رو منحل کنه، و یه مقداری به هر حال بدبینی وجود داره به بخشی از سوسیالیست ها، و تیکه و تنه هم به هر حال خیلی وجود داشت سر در واقع از جناح رادیکال تر و اینهای فرانسه یه تصمیم ناپذیر ملانشون به سوسیالیست ها سر انتخاب اعضاشون، اونا اول خب خیلی تاکید داشتن اولیویه فوق رئیس در واقع هم حزب سوسیالیست کاندیدایی برای نخست وزیری باشه، بعد لوئیس توبیانا رو کریستیان توبیانا اگه اشتباه نکنم اونو معرفی کردن که اون اصلا خودش قبل اصلا با ماکرونیستا کار کرده بود، و خب اونجا مثلا یکی از نماینده های حزب ملانشون نوشت که مثلا این فولاندیسم میشه و همین هلند همین در واقع هلندیسم این چرا به اسم هلند رئیس جمهور سوسیالیست سابق و پارلمان فاجعه باری داشت، یعنی مثل پونز دولی میبونه اینا وقتی بیان دیگه همجوری نمیشه با کشیشون های تیک و تنه، یعنی میخوام بگم زیاد است، ولی خب فعلا مونده در مورد در واقع امپا و حزب نوین سرمایه داری و لطوف و اون جریان های در واقع رادیکال تر امپا بود در واقع درون این جبهه مردمی جدید، و خود فیلیپ پوتو نماینده بود در یکی از حوزه ها از طرف در واقع حزب
از طرف جبهه مردمی جدید و ایدهشون این بود که بله ما اختلاف نظر خیلی داریم، ولی خب یک هدف داریم که فاشیستا ایان تو قدرت و ما هستیم. و دوست بارم که در واقع تو حرف زد یا گفت اونا هم بودن و خب اونا هم خب اسم مترقی تره یه مقدار چپ هستن، چپ رادیکال هستن در فرانسه، هرچند حالا اونا مشکلات و دعواها و تضادهای درونی خودشون دارن. رو توفقیه یه مقداری دیگه واقعا همین برها جریان با سابقه ایه، ولی خب یه چیز میکروارگان همین 1% هست و حقیقتا به لحاظ موضوع های سیاسی شد مخصوصا سر حالا چیزایی همین ژئوپلیتیک و مثلا فلسطین و اینا، خیلی هم اونقدر شاید نسبت به انتها رادیکال نیست موضوع شد. و اینم همچین چیزی امیدوارم حالا جواب داده باشم به سوال مربوط به فرانسه. و در واقع در مورد همین ایران و مسئله همین سیاست همین نیروهای چپ در مورد انتخابات توی، بله من موافق هستم سیاست مشخصی وجود نداره، این تحریم یا تحریم فعال بیمعناست. یه مقداری من فکر میکنم که تخیل اجتماعی خب جدا شده خیلی از شما میگید انتخابات مثلا فرصتی است برای همین فعالیت سیاسی بر حال یارگیری نمیدونم تغییر گذاشتن در فضا، ولی خب بالاخره بعد از این تحولات اخیر و جنبش اینا ژینا این تخیل سیاسی از فضای رسمی مطلقا جدا شده و یک جور همین کرونولوژی و روند خودش رو داره، یعنی حتی ترجیحش اینه که بتونه همین مثلا کاملا مستقل از این هست. یه جور همین وفاداری مطلق به همون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجراست دیگه، یعنی شما دیگه اصلا وقتی به اون شعار وفاداری دیگه خب نمیان توی این عرصه انتخابات، حالا سلبی ایجابی یا بله حالا بعضن بیانی های تحریم و اینا هست. و ولی خب حالا مشکل در واقع سر همین بچه همین بالاخره همین شکل نیافت و توده‌ای مردم دیگه، یعنی اصلاح طلبایی که تموم شده بودن بالاخره یه مردمی رو تونستن بسیج کنن ببرن تا یه حدی، و مسئله سر همینه. و بالاخره تلاش هم شاید همین باید باشه که چجوری میشه در واقع یک جبهه فراگیر طبقاتی کرد. بالاخره این معنای امر سیاسی در ایران و فرانسه فرق میکنه دیگه، فرصتی برای سیاسی شدن در سیاست خوب در فرانسه و همین شکاف چپ و راست مثلا خیلی روشن در میشه و اینم وصل به همین فضادهای اجتماعی روشن درون جامعه مستقل از حتی دولت، ولی خب تو ایران خب این شکاف کلی دولت این ایران رو در یک وضعیت انقلاب پیشا انقلابی دائم قرار میده، خب اون رو همیشه در حاشیه میده دیگه. شما مثلا الان ولی به نظرم بعد از چیز این امکان به وجود اومده دیگه، این دعوای چپ و راست مقداری از تو رسانه اجتماعی هم میبینیم و این خوب فرصتی است. حالا اینکه به میانجی این انتخابات میشد رو کاری کرد خیلی من فکر میکنم کار ویژه‌ای میشد کرد یا معنایی داشت همین کاری کردن. بارهای دیگری هست که حالا صحبت کردیم شما باید صحبت کردیم ساختن یه جبهه فراگیر طبقاتی اون به نظرم ضرورت دادیم. همین نمیدونم نکته دیگه ای هم بود یا نه، در حال به ذهن من میرسید. ممنون رفیق امیر. رفقا دستتون رو بالا کنید اگر سوالی دارید یا نکته ای دارید. من دست کسی رو بالا نمی بینم.
در تکستم سوالی ندیدم، اگر رفقای ادمین سوالی دیدن یادآوری کنم. حالا که دست کسی بالا نیست، یه سوال دیگه امیر عزیز. توی این انتخابات به نظر من یه نکته دیگه هم روشن شد. اولا این ارزیابی شما به نظر من درسته، یعنی در این شرایطی که احتمال انتخابات ترامپ هست، معلوم رژیم یه عقب نشینی رو کرده در سطح بین المللی، چون شکلی که خود رژیم تبلیغ کرده چی شده در این انتخابات با این نگاه بوده که به اصطلاح ما یه ذره میخوایم به اصطلاح مدارا کنیم با شما، یعنی همچین چشمکی رو به غرب زده. و قبل از اینکه رئیسی هم بمیره یادمون باشه که خود دولت شروع کرده بود مذاکرات رسمی با آمریکا در عمان، و این مذاکرات هم 3 ماهی بود داشت، مستقیم بین ایران و آمریکا داشت این مذاکرات انجام میشد، و واضحه که یه به صلاح جنبه از این عقب نشینی رفت داره به این خطر انتخاب ترامپ و مشکلاتی که برای ایران خواهد داشت، برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. ولی یه نکته دیگه هم به نظر من این وسط تا یه اندازه اوریانتر شد، اونم تضادهای درون خود رژیم سر مسئله جایگزینی خامنه ای. یعنی این طرفدارای مصباح یزدی به نظر میاد خیلی به اصطلاح فشار رو گذاشته بودن پشت به اصطلاح نماینده اصولگرایان و بخشی از خود سپاه، و اینجوری که گفته میشه تو بعضی از این به اصطلاح بیانیه‌ها و به اصطلاح نامه ها و به اصطلاح شایعه هایی که بعد از انتخابات منتشر شده، که خود آقا مجتبی هم مداخله مستقیم کرده برای اینکه این پزشکیان بیاد و اون جلیلی نیاد. یعنی یه دعوایی هم این وسط داره رو میشه بین جناح مصباح یزدی و خامنه ای. اون میر باقری رو جایگزین خودش کرده دیگه، و اون قیز گرفته برای اینکه به صلاح بشه رهبر در دوره بعدی. میخواستم ببینم راجع به این تا چه اندازه شما تو این بررسی هایی که کردید به چیز نکته جالبی برخورد کردید و اطلاعات بیشتری دارید. ممنون میشم اگه اشاره. من این مقدار حالا بدون اینکه وارد در واقع همین فکت و فیگورها و این جزئیات در واقع اخبار و اظهار نظرها اینا بشم، اون چیزی که به نظر من رسید در واقع بعد از مرگ رئیسی و اتفاقاتی که افتاد، شما ببینید رئیسی مرد خیلی راحت، خامنه‌ای ما گفت چی عوض نمیشه، هیچ کار دولت نمیخوابه، یعنی اون جایگاه اصلا همین رئیس جمهور خیلی در همون بالاخره سنت جمهوری اسلامی که نمیدونم یه شکلی از جلال و گلوریفیکیشن و بالاخره نمایش و اینها هست، شما دید خیلی همین کار یک آدمی که اصلا هیچ اهمیتی، آدمی که قرار بود بالاخره رهبر بشه دیگه، یعنی یه جوری این بی اهمیت شدن، ناچیز شدن، اینو در بین همه نیروهای طبقه حاکم و همین هیئت حاکم و اینها، تمام جناح اینها میبینید، یک استثنا داره اونم خود این رهبر. یعنی من به نظرم اون چیزی که در واقع یه جور سیاست کلانه، یعنی همین موقتی ساختن و همین بیارزش ساختن همه نیروها و جایگاهها و نهادهاست، یعنی موقتی سازن هم به اشکال مختلف. یعنی شما این رئیس مجلس خبرگان رو آدم 90 و چند ساله گذاشتن، 2 سال 3 سال شاید مثلا بتونه اونجا باشه، یه کسی مثل قالیباف که بالاخره یه تبلیغات و یک هزینه صرفش شده بود برای نگه داشتنش، کاملا یعنی تحقیر کردن خود جلیلی، و با توجه حالا به
وجود داره اونو در واقع همین پس زدن. خب پزشکی هم خیلی ایدئال بود از این جهت، یه آدمی که میاد و وارد صحنه میشه، نقش فرعی بازی میکنه و خارج میشه. و به نظرم سیاست کلی هست، یعنی نمایش وحدتی در این حال خب تضادهای عمیق سر جانشینی و این وجود داره، ولی رفع اینا با همین موقتی ساختن و بیارزش ساختن و ناچیز ساختن همه چهره هایی که میتونن بودن. این روند هم از قبل وجود داشته دیگه، تمام این اشرافیت درباره مثلا همین کسایی که میتونستن وارد صحنه بشن یکی یکی همه خب همین پس شدن و باشیه رفتن و اینا. و خب این سیاست به نظر من هست و این هم تمام تلاش در واقع اون هسته اصلی در ایران به رهبری و خامنه‌ای و اینها در اینه، یعنی تا جایی که امکان داره هر کسی که هست و نیست رو تبدیلش کنه به یک کسی که آدم نقش فرعی بازی میکنه، یعنی نقش موقتی بازی میکنه، کسی نیست اینجا بمونه، حالا چه لاریجانی باشه، چه حداد عادل که داماد باشه، چه کسی مثل نمیدونم جلیلی که بالاخره در این صفی که گذاشته بود به نظر نوبت اون بود، مثل قالیباف که اونم به همین ترتیب. و دیگه خوب همین کار و همین آدم های در دوسه اینا سپردن و مثلا تاکید بر دولت جوان انقلابی و اینا هم خوب شاید در همین راستا باشه. جدا از حالا این تضاد سر جانشینی، حالا من اشاره دایمون آخر کردم، این تضاد بین عقب نشینی که خب بالاخره باعث میشه کسی مثل در واقع پزشکیان بیاد رئیس جمهور بشه و خب همه نیروهایی که در واقع اون نمایندگی میکنه در این باندای هولوش قدرت، تضاد بین عقب نشینی و اون بچه، حالا من از اینجور انبساط و انقباس که این تضاد رو نشون بدم مثلا استفاده کردم، چون اینم بالاخره با اون تحلیل مبتنی بر همین حرکت سینوسی همین ولایت فقیه و رفت و برگشت و اینایی که اون وجود داشت میخوند، و تضاد بین این وضعیت ژئوپلیتیکی که تحمیل میکنه و با اون ضرورتش اتفاقا اینجور سفت و سخت شدن امنیتی، مسئله نمیدونم بالاخره همین فعالیت های نمیدونم سپاه و این هم خب بالاخره با توجه به چیزی که در فلسطین و بعد یمن و مسائل معلول بالا بر مقاومت و اینا، شما اینجا با یه جور همین سخت شدن و سفت و سخت شدن رو بروی، اون طرف با یه جور همین شل شدن که خب میگه FATF باید تصویب بشه، اون طرف که اصلا FATF تصویب بشه این کل چیزش میخوابه و اونم به شرایطی که بالاخره تو این جهان به حدی همین به قول همین سانترا متساترا همین چند قطبی شده یه سانتریفوژ که نمیتونه ایران یه دفعه همین جا عوض کنه، یعنی وصله به یه پای از روسیه و اینا اونجا یه مقدار باید همین سفت و سخت بشه، و این یه تضادی هم در وضعیت اجتماعی عمومی ایجاد میکنه هم بین نیروها، و اینم به نظرم خیلی مهم خواهد بود تو چیزی که در پیشه. ممنون رفیق امیر. رفقای عزیز، دست کسی بالا نیست. بحث به این جالبی، این همه سوال، رفقای دیگه نکته ببخشید شما، این من یه لحظه باید میرفتم. این سوال تو تحت مطلی دید که شده از طرف جی که تحلیل که تحلیلی از باقی مانده جنبش جینا بله بعد خب، چه تحلیلی از باقی مانده جنبش زن زندگی آزادی بعد از انتخابات و مسیری پیش روی آن دارید؟ جنبش ژینا بله بله سختی هم، ولی بالاخره حالا نمیدونم مثلا
خاطره، در سطح خاطره سیاسی که خب این جنبش بر حال زنده است و نیروهای اکتیو و فعال سازنده، شبکه های نیروهای اکتیو و سازنده که بالاخره گفتار ساختن برای این جنبش، یعنی سطح نمادین سازیش به خصوص شرکت کردن، نه کسایی که حالا ضرورتا در مثلا خیابان بودن، و هرچند حالا بین اینا هم تمایزی نمیشه قائل شد، ولی در حال اونها همچنان خب مسائل و بحرانهاشون وجود داره، مسئله بالاخره ستم به زنان به وجوه مختلفش همچنان هست توی کار، و از اون طرف در واقع خب برای مشکلات نمیدونم برای همین برنامه کردستان و بلوچستان و مسائل هست، برای فشار و اونا بر اونها مضاعف موج اعدام هاست، یعنی خاطرش هست، گفتمانش هست، بر اساس اون ساختار همین تاریخی و زمانبندی خب یک سری خیلی همین شروع کردن وعده دادن دیگه. مثلا من بعضی دیدم یکی از همین تحلیلگران آقای مراد ویسی اگر اشتباه نکنم در رادیو فردا و اونجا می نویسن تاریخ مشخص اصلا داده بود که مثلا در اون چیز که 6 ماه دیگه در فروردین دوباره مثلا شما این جنبش دوباره به خیابان خواهد آمد به این دلیل و به آن دلیل، و بالاخره یه جور براش یه جور تقدیر، یه چیزی که حالا اتفاق افتاده بود رو پیشفرض گرفته بود برای آن چیزی که خواهد آمد. این خب به لحاظ نه نظری و نه سیاسی خب درست، یعنی واقعا نمیشه گفت که این است. اون چیزی که مشخصه مقدارم الان صحبت کردیم، خب بحران ها همچنان روی میز و تشدید هم خواهد شد اتفاقا. خب بالاخره این مسئله این چیزهای ژئوپلیتیکی هم من به نظرم خیلی مهم بشه که بتونیم وارد تحلیل کنیم در پیوند، حالا با هم مسائل مستقیما سیاسی هم مسائل اقتصادی و اینها، و شما دیدید که بالاخره اون همزمان با عملیاتی که ایران کرد علیه اسرائیل، فرداش مانور نظامی علیه زنان مثلا اتفاق افتاد، یعنی میگم اون گفتم همین سخت شدن صفر شدن و پیامد اجتماعی داره، یعنی شما این رو خواهید داشت و اینا هم خب تحریک کننده است و میتونه زمینه در واقع بروز و ظهور این اعتراض باشه، به خصوص که اون طرف یک نیروی مثلا در ریاست جمهوری داره که حرفای دیگه ای میزنه جنسش مثلا فهم کنه قراره مثلا بتونه با جهان و دنیا و با کارشناسایی که داره مثلا با اونا بسازه و نرمالایز کنه و اینا، و بین این فضا یه جاییست برای اینکه بتونه این تداوم پیدا کنه، و نهایتا هم حالا نگاه فتیشیستی به آن چیزی که اتفاق افتاده هم نباید داشت، بالاخره آنچه بعدن و ضرورتا مثلا شاید ادامه و باقی مانده جنبش ژینا نباشه، گفتارهای جدیدی بیاد به صحنه، تضادهای جدیدی بیاد، شعارهای جدیدی بیاد، کنیم به هر حال میدان جاذبهش همچنان وجود داره در مورد بالاخره اقلیت های ملی و اینا، که خیلی روشنه دیگه در کردستان به حد زیادی در اونجا تخیل اجتماعی مردم حتی جدا شده از ایران و اینا، خب بالاخره اون یک چیزی است و بعد ببینیم چی میشه دیگه، نمیدونم چقدر تونستم چیزای معناداری بگم. امیدوارم رفیقمون جواب سوالشون رو گرفته باشن، اگر نه که دوباره سوالشون رو بنویسن. میبینم رفیقمون یاسمن و رفیقمون نیلوفر دستشون بالاست. رفیق میخواین رفیق نیلوفر اول بفرمایید شما. سلام، صدای من میاد؟
فکر کنم رفیق یاسمن قبل از من دستشون بالا بود، من تازه بالا کردم، فکر کنم نوبت ایشون باشه. منم اینطور فکر کردم، ولی خودشون دستشون رو کشیدن پایین و اشاره کردن به من که به شما بزنه. بسیار خوب، ممنون. سلام به همگی و خیلی ممنون واقعا از بحث بسیار خوبی که ارائه دادین. خواستم ببینم به نظر شما حالا با توجه به تمام شرایط جهانی، ژئوپلیتیکی، منطقه‌ای، با توجه به همون تفاوت‌هایی که بین دموکراسی ایرانی، حالا صبح این به اصطلاح دموکراسی یا نظام آپاراتوس سیستم در دستگاه دولتی در ایران و دموکراسی غربی وجود داره که خودتون به خوبی بهش اشاره کردین، تفاوتش بین فرانسه و ایران و جایگاهی که هر کسی میتونه در واقع بر خودش تعریف کنه در سیاست گذاری، در داشتن حرف سیاسی در هر کدوم از این مناطق، و با توجه به این که خب تجربه نشون داده که انقلاب سوسیالیستی نمیتونه در یه منطقه مشخص شکل بگیره و باید جهانی باشه و خب ما هم از اون شرایط جهانی خیلی هنوز فاصله داریم، و اینکه ما دیدیم که انقلابای منطقه‌ای که به خصوص در منطقه خاورمیانه حالا در جهانی در واقع ایجاد میشه، اکثرشون توسط امپریالیسم غربی به خصوص امریکا یه جورایی هدایت میشن، از در یک نقطه بالاخره دستکاری صورت میگیره. بهار عربی نشون داد تا همین انقلاب خودمون زن زندگی آزادی دیدیم مثلا خب راستگراها، سلطنت طلبا، نمیدونم حتی جمهوری خواهای متمایل به راست چقدر سریع شروع کردن به لابی کردن و چجوری دستای امریکا شروع کرد به در واقع تعیین سیاست پیش از اینکه اتفاق بخواد بیفته. حتی حالا با توجه به همه اینا به عنوان پیش فرض من دارم میگم، به نظر شما راهکاری که میتونیم در ایران داشته باشیم برای اینکه به انفعال نرسیم؟ خب تحریم انتخابات در یه دوره، دو دوره، سه دوره میتونه واقعا پیامی بده، که پیامی داد در حقیقت، یه پیامی فرستاد و این پیام اثر گذاشت، دیدیم که مثلا تغییرات صورت گرفت، ولی در طولانی مدت قطعا این یه انفعاله. ولی حالا با توجه به همه اینها که امید چندانی به انقلابی که دستکاری نشه توسط امپریالیسم غربی و امریکا در افق کوتاه مدت دیده نمیشه زیاد، دست کم به نظر من، و با توجه به این که ما چنین آپاراتوس در ایران داریم، در دستگاه دولتی ما اینه، یعنی فعلا اینه، و خب دموکراسی های مثل فرانسه خیلی فرق داره، چه کار میشه که راهکار عملی چیه واقعا برای اینکه بتونیم حرفی در سیاست داشته باشیم، به انفعال نرسیم، حالا به عنوان نیروی چپ به انفعال نرسیم ولی در این حال در واقع به ائتلاف با نیروی حاکم هم نرسیم؟ فکر میکنم من خودم افق خیلی بسته میبینم، یعنی خیلی خوشبین نیستم، ولی حالا میخواستم ببینم که به نظر شما اصلا میتونه چه این راهکاری وجود داشته باشه یا آیا افقی براش میبینی؟ ممنونم. خواهش میکنم. خیلی بالاخره سوال همه جانبه است و سوال مهمی است و منم حالا در یک بخشی از بدبینی شما شریک هستم، در این حال در اینکه باید همین نگاه ها رو تیز کرد و فرصت ها رو دید و فرصت ها رو اتفاقا به چنگ گرفت و از اینا استفاده کرد و اینم مستلزمه بالاخره همین یه جور همین سازماندهی، آمادگی بالاخره ذهنی و اینها هستم. در این حال شکی ندارم یه مقداری، ولی با اونجوری که شما مسئله رو طرح کردید من به زاویه دارم که به هر حال بعد ابتدای صحبتون به نظر می رسید که شما یک حدی با همین تمایز گذاری بین وضعیت ایران یا اروپا و اینجا یه جور حدی از مثلا پیشرفت یا توسعه، حالا در ادبیات معاصر توسعه نیروهای
مولد، یا بالاخره یه شرایط خاصی رو در واقع پیش شرط همین یه جور انقلاب سوسیالیستی میده که ما اینو داشتیم دیگه در نگاه مارکسیستی، نگاه مرحله‌ای به انقلاب، اول نگاه بورژوا دموکراتیک و نگاه در واقع چیز که خب من با این زاویه دارم، به نظرم همچین چیزی نیست و اصولا هم فکر نمی کنم که حالا انقلاب جهانی، ببینید چوب جادویی وجود نداره که یک بار همه جهان بالاخره یک نقاطی از یک نقاطی از یک کشور بالاخره از یک جاهایی شروع میشه. حالا اینجوری هم فکر نمی کنم مثلا در یک جایی شروع شد همینجوری دومینووار مثلا میتونه بره همه جا، بالاخره یک جاییش بیدیش اتفاق میفته شکست رخ میده، یه جای دیگری اتفاق میفته ممکنه یک رزونانسی یک تشدیدی اتفاق بیفته، اون چیزی که مثلا خود لنین در ذهن مثلا داشت که اگر انقلاب آلمان مثلا رخ بده خب این تقویت اون خیلی مسائل رو حل میکنه. خب میکنه که چیزش رو در خانش رایج که میگم بعدش رو نگاهش کرد به سمت شرق، هرچند اون اولم به شرق و نمیدونم دوام مسلمان و اینا ببینیم اکتیو بود، یعنی بالاخره یه همچین چیزی وجود داره، یه جایی باید مثلا این تحولات اتفاق بده. مسئله امپریالیسم هم بالاخره هیچ ضرورت نمیدونم فتالیستی دترمینیستی نمیدونم تقدیرگرایانه ای وجود نداره که بالاخره هر چیزی که اتفاق میفته دستگاهی و محصول مثلا امپریالیسم باشه. بله ما میدونیم که نیروهای امپریالیستی هستند، نمایندگانشون هست، پول زیادی خرج میکنن، اصولا خب بعضی از کشورها کمپین های آنلاین گسترده دارن، انواع تاثیر گذاری هم وجود داره، خب این بخشی از بالاخره مبارزه است. اتفاقا تو همین وضعیت که یه جور خطکشی خیلی مهمه و حدود تعیین یافتگی مثلا اجتماعی رو بهش حرکت کردن و پیش برده بالاخره یک نگاه طبقاتی و اینه، من بالاخره تو سطوح مختلف این تلاش برای سازماندهی هست و به هر حال تنش‌های حل نشده در ایران عطف به هم مسائل اقتصادی سیاسیش و مسائل ژئوپلیتیک وجود داره، عرصه میتونه انفجار این تنش ها و بحران ها باشه و اونجا هم خب بالاخره این آمادگی این بسیج هم به لحاظ ذهنی هم مادی اینا خب خیلی تعیین کننده میتونه باشه توی زمین. من نمیگم حالا اینکه پیروزی مثلا هست از یا خیلی خوشبین کننده از اوضاع اینها، ولی خب یه همچین شرایطی پیش روی ماست و از اون طرف هم خب مجموعه ای از نیروهای ارتجایی فاشیستی دستگاری های امپریالیستی برای همه اینا باید همین گفتارسازی حداقل کرد آماده بود و به یه جبهه بالاخره روشنی شکل داد و این جبهه روشن بین این یعنی این افق بالاخره اون چیز کلی مردمی مثلا بعد از دوران دهه 60 و قطع شدن اون تجربه سیاسی که قبلش وجود داشت و سرکوب و جنگ و این فضای خفه جامعه و اینا، یه دفعه و همه مردم یه دفعه توی یه چیز انگار بودن، روی یه خط بودن، روی ریت بودن اینا، یاد اگر نبودن بقیه شمین شنیده نمیشد. امروز خب همین انواع همین تفاوت ها وجود داره، به جور ساختن همین پیوند ها و اتصالات و اینها بین فعالین زنان، مبارزات زنان، اینها به حال یه چیزای فوری و عاجلی هم پیش رو هست، موضوع اعدام. اعدام یه چیزیست که هر روز اتفاق میفته، همین انگیزه ای میتونه باشه برای فعالیتی. نمیدونم چقدر تونستم جواب بدم، چون این مقدار چیزای
خیلی هم استراتژیکی احتیاج به اون داره که بحثای طولانی سازمانی یه گفته که نیست و بله، ممنون از پاسختون. رفیق یاسمن شما بفرمایید. خیلی ممنون. من چند فقط یه نکته کوتاهی دارم و اون هم در رابطه با مبارزه زنان و مبارزه اقلیت‌های ملی است. ببینید، باید گفت کدام زنان و کدام اقلیت‌های ملی. مبارزات زنان در سطح جهان، نه فقط در ایران، به افتضاح کشیده شده. ما کلونیالیست هایی مثل هیلاری کلینتون رو داریم که مدعی دفاع از موضع زنان. در بریتانیا نصف این حزب کارگری که الان به قدرت رسیده مدعی دفاع از مبارزات زنان، همه امپریالیستن، کلونیالیستن، به نظر من راسیستن. این چه مبارزه زنانیه؟ هر مبارزه زنانی رو ما نمیتونیم دفاع کنیم. اون بخشی از مبارزه زنان که دیدگاه طبقاتی داره متفاوت با ژینا، متفاوت با اون چیزی که مثلا پرنس آلبرت موناکو دفاع کرد در رابطه با زن، زندگی، آزادی، متفاوت با اون چیزی که بایدن دفاع کرد از زن، زندگی، آزادی. و در نتیجه همین جوری نیست که ما بگیم مبارزه طبقاتی رو ول کنیم بریم دوباره پی مبارزه زنان. مبارزه زنان در به سطحی ترین بی اعتبار ترین موضع خودش رسیده. این تصور واهی وجود داره که گویا این پست مدرنیزمه. نه رفقای عزیز، من هر بار باید در این اتاق بگم این دیدگاه عقب افتاده ترین جناح ماویست ها در ایالات متحده بود که این اینترسکشنالیزم رو غالب کرد بر جنبش چپ و برای جنبش چپ به نظر من فاجعه آفرید. فاجعه آفرید به این معنا که به جای مبارزه طبقاتی هر بار صحبت مبارزه طبقاتی میشه این بخش های مختلف رو مطرح میکنند. کدام مبارزه زنان رو شما دفاع می کنید؟ البته که مدافع از طبقه مرفه، طبقه متوسط، غیره می تونه جایگاهی داشته باشه، ولی این جایگاهی برای چپ نداره. به اندازه کافی مدافع داره، از آقای سوناک گرفته در بریتانیا تا جو بایدن تا پرنس آلبرت موناکو ازش دفاع میکنه این روزها. حالا بگذاریم از اینکه نصف اینها بدترین ضد زنهای جهان هستند، از اپستاین هم دفاع کردند، از هر ضد زن دیگه هم دفاع کردند، ولی الان مد شیک بگیم مدافع زنانی مدافع زنان باشی. بعد میاد مسئله اقلیت های ملی. کدام بخش از کردستان رو ما دفاع میکنیم؟ اون آقای مهتدی رو که وقتی میرسه به ایالات متحده حزب جمهوری خواه National Endowment for Democracy راستترین جناحای سیهونیست و جمهوری خواه ایالات متحده براش رویز رویز میفرستن که از هواپیما که پیاده میشه با اونا بره. از بخش های دیگه ای از جنبش کردستان دفاع میکنیم که فکر میکنن مبارزه در غزه مبارزه بین دو جریان ارتجاعی است، مبارزه بین اسرائیل و حماس، و در نتیجه در این مبارزه ارتجاعی هیچ موضعی نباید بگیرند. یک چیزی 40 سال پیش راجع به جنگ ایران و عراق نوشتم که این جنگ ارتجاعی است، همون رو مثل توتی بدون اینکه یک ذره شعورشون رو به کار ببرن استفاده میکنن و همون رو تکرار میکنن. اون موضع ما نه. من یکی میبخشید ولی جانم رو به خطر انداختم در کردستان و فکر میکنم از خیلی ها بیشتر راجع به کردستان میدونم. کردستان خیلی مزایا داره، خیلی نکات عالی داره، ولی شعله انقلاب ایران نیست رفقای عزیز. اگه فکر میکنید کردستان شعله انقلاب ایرانه در اشتباهی،
در کردستان هم مثل بقیه مناطق ایران، مثل همه جای دیگه در سطح جهان، مبارزه طبقاتی وجود داره. جریان هایی هست که وابستگیشون به ایل، به زمین، به خان ارتجاعیشون میکنه و متاسفانه در حال حاضر ما با رهبری رادیکال انقلابی در کردستان مواجه نیستیم. مردم مترقی هستم، ولی این جریان های سیاسی مدعی رهبری خلق کرد هیچ کدام جایی در مبارزه رادیکال و انقلابی ندارند. ما نمیتونیم به خاطر یه نوع رومانتیزمی بیایم بگیم آره خلق کرد، بیایم دفاع کنیم از خلق. من میگم فکر نمی کنم خیلی ها تو این اتاق به اندازه من وقت گذاشته باشن در کردستان، ولی دوچار رومانتیزم نشیم. در همین کردستان باید دید از چه نیروی دفاع میکنیم، نه اینکه از خلق کرد دفاع میکنیم. چیزی به اسم خلق به نظر من غیر طبقاتی، مفهوم نداره، همونطور که چیزی مثل زنان معنی نداره. ما از کدام زنان دفاع میکنیم تعیین کننده است در این رابطه، و من در کلیه این موارد فکر میکنم باید خیلی دقیق باشیم، خیلی مشخص صحبت کنیم و دچار شعارهای مردم پسندانی که در نهایت چپ رو دچار موقعیت وحشتناکی کرده که الان باهاش روبروه نکنیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. من حقیقتا با حساسیت هایی که شما میگید تو هم آشنام، هم حیات زیادی هم درک میکنم. بالاخره این جریان دموناسیونالیستی وجود داره، انواع اشکال ابزارسازی مبارزات زنان وجود داره در وضعیت موجود، اینا قابل انکار نیست. ولی اینکه واقعا خب مثلا سخنگوی زنان یا سخنگوی کسی که جنبش مثلا زن زندگی آزادی رو ترجمه میکنه، اون کسا رو در نظر بگیریم، خودمون چشممون رو با یک بخشی از واقعیت میبندیم دیگه. بخش دیگری هم از همین فعالان زنان هستن که اتفاقا به اندازه من و شما حساسن نسبت به حالا فمینیسم سفید یا همین ششکال همین ناسیونالیسم امپریالیستی که در واقع همین وجود داره و به هر حال این نیروها وجود داره. از یک طرف خب مطالبات ببینید وجود داره، مطالبات زنان واقعیه، اینا چیزی نیست که شما اینها رو بتونید در واقع عطف به یک خرد نمیدونم بالاتری از یک جایگاه متعالی تری مثلا نفی کنید. مطالبه حجاب اجباری وجود داره، واقعی است، حقوق بنیادی آدم ها رو در واقع تحت تاثیر قرار میده، همینجوری که بسیاری از مطالباتی که در کرد مثلا در بلوچستان وجود داره، در کردستان وجود داره و خاص اون منطقه است و مربوط به هم حالا شرایط خاص تاریخی توسعه ناموزون اونجاست، هم نگاه دولت مرکزگرا و امنیتی ساختن اونهاست و هم در واقع خب تخیل نمیدونم همین ناسیونالیستی و ریاکشنش نمیدونم در دولت، همه اینها توش هست. و ببینید منم از موضع در واقع اینترسکشنالیستی حرف نزدم، خیلی هم در واقع به حدی برای نمیدونم نمادین سازی مسائل اون رو مفید میدونم که یه سری چیزایی در واقع همین روی بیاد در سطح سیاسی استراتژیک و اینها، نه منم نیستم. خب شما میدونید که جریان انترسیانسی و بعد من یه چیز اکادمیکی بود و اصلا چیز مهمی نبود، بعد حالا سیاسی شد. ولی خب ما ببینید خیلی نظریه پردازان مثلا با سولید اجتماعی رو داریم، هم موج اول هم موج دوم،
که اصولا مسائل زنان رو در واقع بر نسبت با مسائل طبقاتی، با نسبت مسائل ارزش، با نسبت ارزش افزایی در سرمایه، مسئله کار، اینا تعریف میکنند. و خب اینها در واقع یک رابطی و یک پیوندی میتونن باشند برای ساختن در واقع همین یک جور جبهه طبقاتی. من از اولش از یک جور جبهه طبقاتی حرف زدم. طبقم بالاخره یه چیزی است که میدونی همه چیو یعنی دو پاره میکنه در نهایت. ایران رو دو پاره میکنه بین دو تا طبقه، کردستان رو دو پاره میکنه، زنان رو در واقع تبدیل میکنه به همین کدام زنان و اینها. ولی خب این در سطح حالا استراتژی و ساختن گفتار اینها خیلی مهم. شما با چه ادبیاتی، با چه لحنی، با چیز، شما اگر با انکار مثلا مطالبه حجاب اجباری به عنوان مثلا یه چیز سوری یا نمیدونم بورژوایی یا اینا خب، یا مهم نسبت به مسئله نان و اینا خب برید صحبت، نه این خب معلومه که شما دارید دست خودتون رو میبندید. و به هر حال حتی فارغ از اصلا بحثای نظری، خیلی از مسائل حقوق حالا همین به اصطلاح بنیادی که ضرورتا اصلا به جهتگیری سوسیالیستی رفت نداره، مربوط مثلا موج اول فمینیستا هستن، موج اول فمینیست هستن و اینا، در ایران اتفاقا در نسبت با مسئله کار متعین شدن. و خب سر همه اینا میشه گفتار ساخت دیگه. شما ببینید بعد 57 اگر مثلا، حالا یه مقدار بحث داره به بیراهه میره، یه مقدار داره هم همین طولانی میشه، ولی بعد از 57 اگر خب جنگ نبود و خب ضرورت حضور زنان در جامعه نبود، خب این چیزی که فمینیست‌ها بهش میگن هاوس وایفیزیشن، این خانه‌دار کردن زنان، احتمالاً در حد زیادی اتفاق میافتاد، قدم‌های اولیه‌اش هم برداشته شده. و ضرورت اقتصادی اجتماعی باعث شد زنان وارد کار بشن و خب این حضور در بازار کار، حضور در جامعه و فقدان حقوق بنیادی بعدن که گرفته شد ازشون، خب تنش ایجاد کرد و یک مسئله میشه. یعنی شما بالاخره کار در واقع همین ساختن یک گفتاری است که تمام این تنش ها رو نشون بده. ولی خب اینه با یک جور همین بدبینی نمیشه مثلا با یه جور همین دست کم گرفتن یا زدن تو سر نمیدونم جنبش فمینیستی اینا که نمیشه. از اون طرف هم خب هیچ خوشبینی همین نمیدونم نعیوی آدم نباید داشته باشه که اینا بله ما میگیم همین جنبش زنان و نمیدونم اقلیت های ملی و اینا، ولی اینا در عمل باید همدیگر رو بگیرن و گره بخورن. و خب اون چیزی هم که در نهایت تعین میبخشه به این به لحاظ اجتماعی از نظر من طبقه است و اون میتونه همین شکاف بده. بهتر است که سخنگوی جنبش زن زندگی آزادی چه کسی باشد؟ یعنی شما، یعنی اگر بخوان، یا باید از همه افق همه تحولات ایران خودتون رو کنار بکشید، منتظر از اون در یک فضای چیز باشید، یا اینکه در همین فضا، در دل همین خیزشی که یه پاش در کردستان بوده یه پایش همین زنان بوده، اینا در همین فرون فضا کار کنید و خب اینو به رسمیت بشناسید، تیکه پارگی رو بشناسید و اینو مبنای در واقع یه جور ساختن جبهه طبقاتی کنید. من حالا خلاصه بکنم، تمام اون دغدغه رو که خصوص انگیزه گفتن همچین حرفایی بود، همه رو به رسمیت میشناسم، به نظرم باید جدی گرفته بشه، ولی که چجوری بیان بشه، چجوری گفتار سازی بشه و در سطح استراتژیک چجوری اینا تبیین بشه و در سطح نظری، یعنی بالاخره این همه بحث سر اینترسکشنالیتی و نقد
اینترسکشنالیتی از درون خود همین فمینیست وجود داره. فمینیست های مارکسیست خیلی نوشتن و خیلی از بحثاشون اتفاقا درون ایران هم همین اومده اینا. ولی خب اینا جای کار به هر حال زیاده، یعنی تو این زمینی که متعین شده بعد از آبان 98، بعد از ریزش جیگان. نمیدونم چقدر درستم چیز معناداری بگم. ممنون رفیق امیر. رفقای دیگه زیاد رفیق امیر رو نگه نداریم، رفقای دیگه هم دست کسی بالا نیست. برای آخرین بار اگه کسی سوالی داره دستشو بالا کنه، یا نکته ای داره دستشو بالا کنه، و الا که تشکر کنیم از رفیقمون امیر و اینکه امشب هم اومدن و این بحث رو کردن. سیامک عزیز شما دستتون رو بالا کردید، بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون رفیق امیر از این سخنرانی تو خودتون. من سوالی که داشتم اینه که حتی نمیدونم، میگم یه لحظه شما رفتم بیرون و یه تلفن شد بعد کسی کرده باشه یا نه، این بود که از نظر فردی، حالا با توجه به اینکه برای سوسیالیست های انقلابی یا چپ های رادیکال واقعا تشکلاتی نیست، امکاناتی نیست، به صورت فردی آدم باید چیکار کنه؟ مثلا خب میدونم این البته به محتوا و میتونه تغییر کنه تو هر جامعه، ولی آیا استراتژی کلی میتونه باشه؟ مثلا آیا برادم مثلا تو این انتخابات با یه جورایی مثلا از یه سری کاندیداها حمایت بکنه، ولی در ضمن مثلا خب حرف خودش هم بزنه، و یا اینکه نه اصلا این پلتفرم انتخابات نمیتونه وقت تلف کردن با توجه به اینکه نیروهای چپ رادیکال خب زیاد وزنی نیستن دیگه. حقیقتش من منظورم باز کردن یه ذره، حالا بحث این بحث بود دیگه، حالا نمیدونم دیرم شده یا نه برای این موضوع، ولی مرسی. ولی من تو در سطح فردی و اینا چیام که من اول میخواستم بگم، در سطح فردی با توجه به وضعیت و کاری که آدم باید بکنه بقاس. ولی چون خیلی مهمه، ولی حالا در مورد بالاخره مسئله انتخابات، من فکر میکنم یه چیزی است که آدم از پیش مثلا با یک حالا مفروضات ذهنی پروندهش رو ببنده، مثلا بگه نه این با همین دست های پاک آدم مثلا آلوده نشه، یا بالاخره اون اخلاق اصلا اخلاق بالاخره همین مبارزه، نمیدونم یعنی سطح فردی و اینا چپ نیست، یه جور اخلاق همین قدیسگونه یه مقدار مذهبیه، یعنی بالاخره تو سطح آکتیکه مقدار بالاخره جمعی، همیشه در دل بحث جمعی حالا شما توی فرد گفتید اینا در میاد دیگه. حالا خود لنین به عنوان سرمش قرن بیستومی الگوی در واقع متفکر و مبارز و فلانه اینا، حالا پر اون دورم میگم خودشون میگه انواع در واقع چیز سیاسی، اون چیزی که مثلا بعد از اکتبر میگه اتفاق افتاد، انواع زیگزاگ ها، مصالح ها، رفت آمد ها، اینا با بورژوازی بود. یعنی آدم خب بالاخره یه جاهایی عرصه رو میسنجه، یه موقع انتخابات میتونه به تعمیر یا شکافی کمک کنه، و اونجا شما میتونید بعدا در دل اون شکاف مثلا فعالیتی انجام بده. یه موقع اصلا خود انتخابات فی نفسه و بی واسطه سیاسی میشه، مثلا 88، یعنی فی نفسه یه اتفاقی افتاد اونجا، اصلا عرصه برای خیلی کارها باز شد، برای گفتارسازی، برای نمیدونم فعالیت اصلا در خیابان فلان اینها. یه موقع است شما مثلا خب یک سازماندهی دارید، یک نیروی دارید، وزنی دارید، اون حدی نیست که مثلا در انتخابات چیز کنید، ولی خب اگر به عنوان جریانی بدید میتونید برید دیل کنید، مثلا کاری که مثلا
حزب نوین سرمایه داری در مثلا فرانسه انجام میده، خودش وزنی نداره، نهایتا یک کاندیدا میتونسته بگیره فلان باشه، میره یک باعث حفظ استقلالش همین خب میره یک دیلی میکنه با نیروهایی که مثلا مایل نیست اصلا باشون همین کنار خیابون وایسه، خب این کار میکنه مثلا حمایت میکنه از اونا عطف به یه هدفی دیگه، خب این بدون محتاج اینه که سازمانی باشه، یه نیروی باشید، یه وزنی داشته باشید دیگه، یعنی یه نفری حالا من برم از فلانی حمایت کنم، خب بیشترم این مگر دو دو تا چهاردای زندگی و همین بقا که اول گفتم، یعنی دیگه میبینید قیمت فلان افزایش پیدا نکنه، این ممکنه مثلا برای من مثلا از این در همین سطح مثلا میتونه مثلا معنادار باشه دیگه، یعنی شما اگر بالاخره بدبن یک نیروی نباشید که خب این چیز خاص معناداری رخ نخواهد داد در نسبت با انتخاب. نکته دیگه هم میخواستم بگم ولی یادم رفت، مهم بود یه سناریو دیگه فرضی بود در این رابطه با انتخابات ولی دست پا نزنم ولی بله به هر حال در حوزه انتخابات نیروهای چپ میتونن به اصطلاح مداخلات سیاسی خودشون رو به یه شکلی انجام بدن دیگه، یعنی در هر شرایطی ما برای هرچه بیشتر سازمان یافتن توده‌های ضد رژیم داریم مبارزه میکنیم دیگه، انتخابات یه فرصتی است برای اینکه خواستای این توده‌ها رو به اصطلاح برجسته کرد دیگه در مقابل دستگاه مولی. حالا به چه شکلی این رو میشه توی هر شرایط مشخصی انجام داد البته از پیش نمیشه نسخه ای براش پیچید، ولی هم توی خود شما هم گفتین امر مهم اینه که آدم با یه فرمول به اصطلاح خیلی منفعل که نه انتخابات مثلا به درد نمیخورد، انتخابات مثلا صرفا مثلا مشروعیت دادن به رژیم است، می از این تیپ صحبت ها از هر گونه مداخله فعالی بسا خودداری کنیم، وظیفه ما مداخله است تو هر شرایطی. حزب سوسیال دموکرات آلمان چجوری گنده شد تو شرایطی که سوسیالیسم ممنوع بود تو آلمان؟ در انتخابات محلات شهرداری ها انقدر شرکت کردن تا تونستن یه نیروی رو در واقع سازمان بدن، نیرویی که حداقل اهداف مشترک داره، نیرویی که سیاست های مشترکی رو داره دنبال کنه. درنچه به هر حال امر مداخله سوسیالیستا یا نیروهای چپ در انتخابات بورژوایی بحث مفصلی احتیاج داره به نظر. خیلی ها در خود فرانسه مثلا در همین انتخابات در این که شرایط خطیری بود، یعنی خیلی روشن بود برای خیلی که باید برن رأی بدن، خیلی ها تمایلی نداشتن مثلا شاید برن همین رأی بدن، ولی فعال بودن در جنبش مثلا خیابانی جبهه مردمی جدید و گسترش اون، و یعنی یه چیز فشاری درست کنن با این تونن تاثیر بذارن، یعنی بالاخره راه های تاثیر هم متعدد دیگه، یعنی احتیاج دارم اینه به بحث های استراتژیک خالی کردن یه مقدار ذهن از همین فرمول های ساده از پیش موجود و شرایط تحلیل مشخص عینی، و خب به هر حال با حفظ یه سری همین پرنسیپ های دیگه، یعنی بالاخره مسئله اخلاق هم به یه حدی هست دیگه، شما یه پرنسیپ هایی هم حداقل یعنی بیرون پرگماتیسم محسی که مثلا هر هدفی هر وسیله ای را توجیه میکنه تو نمیکنش انجام بده دیگه، حالا وبری اخلاق قایی هم همیشه هست که شما رو ممکنه از مجموعه ای از یک سری کارها در یک شرایطی خب محف کنه، ولی خب اصل قضیه بالاخره همین انتخابه، یعنی شما تو لحظه باید همین بحث استراتژیک بشه و ببینید که اون شرایط خاص عینی چه اتفاقی بوده. من در مورد انتخاباتی که رخ داد ریاست جمهوری عرصه
مداخله معناداری رو برای چپ نمیدیدم، به ویژه با توجه به اینکه اون سازماندهی مشخص و متعینش نداشت، مگر این به شکل با واسطه گفتارسازی، مشارکت در همین بحث هایی که حول در واقع انتخابات رخ میده، ولی در خود اون شاید هیچ چیزی، ولی که شاید اگه جریان متعینی بود و فرص سازماندهی شده ای در کار بود یک نیروی سازمانی، خب شاید شرایط عوض میشد، باشد یه کار دیگه گرفت. باز هم تشکر از رفیق امیر. دیگه رفیق دیگه هم سوالی نداره، دستی هم بالا نیست. ما هم دیگه شما رو بیش از این نگه نمیداریم. خیلی ممنون که باز بگم تشریف آوردید و این بحث رو باز کردید. امیدوارم به زودی شما رو برای ادامه بحث قبلی دورم داشته باشیم دید. خیلی خیلی ممنون از شما تراب جان، از همه رفقای عزیز که تحمل کردن و گوش دادن و هر حال بحثی هم که آخر شد بده، بحث کلیدی و مهمی بود. ممنون از همه رفقا و شب همه دوست.